سلام، به سراچه خوش آمدین. مهمان امشب ما ورزشکاری است که تمریناتش، خوراکش، وزنش و کل زندگیش با دیگران فرق داره. برداشتن وزن بلند برش و عادت تبدیل شده و عادی شده. یعنی که امشب در سراچه از زور گپ میزنیم. استاد نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان، مهمان امشب برنامه هستند. استاد خوش آمدین، بفرمایید. بسیار خوش آمدین. بسیار خوش آمدین، شما اینجا هستین. تشکر. ما بسیار خوشحال هستیم که شما امشب در برنامه سراچه با ما هستین و ما جرأت پیدا میکنم که گپ بزنم. قربانتان بخیر باشه. سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت بینندگان زیبای برنامه سراچه که در هر گوشه دنیا هستن ما رو تماشا میکنن. لطف میکنین استاد، لطف میکنین. ما یادم رفت که از کجا شروع کنیم اصلا. از هر جایی که حالا مشکل نیست، از هر جایی که شما شروع بکنید. حالا با قول قدیما هستیم با هم دیگه. بسیار خوب. بیا از سن استاد شروع میکنیم. استاد چند ساله هستین؟ متولد 56. 1356. یعنی 47 حدوداً. 47 ساله. خب هنوز خیلی جوان هستین دیگه. والا بعضی ها میگن که شاید سنت پایین باشه و ما میگم نه دیگه همون 47 هست. خب چند سال میشه که ورزش میکنین؟ در این 47 سال از چندمین سال شروع شد؟ ما از ایام بچگی خدا رحمت کنه رفتگان و کل ما شما را عاجز پدر ما مرا در رشته کنفو مانده بود. خب بعدا آستا سلسلتا ورزش دیگه از سن خدا گردن من 11 سالگی ورزش میکنم، اما ورزش های مختلف کردیم. کنفو، بعد از کنفو چند وقت زیبایی اندام، باز به کشور ایران که مهاجر شدم باز دیگه این مسلک حرفه خود تشخیص دادم. یعنی خلاصه بیشتر از عمر ما فقط تمرین کردیم. کجا تولد شدین استاد هستن؟ در کابل، کاریزمیر شکردره. خب خادمی کابل تولد شدین. و وزنتان امسال چقدر است؟ وزن ما حالا خو 138 کیلو هستم. در اوایل 180 بودم. ما می‌خواستم امیر برادران بگم 187 کیلو بودم. 187 کیلو. و حالا هستم 138 کیلو. بله حالا به خاطر از اینکه دیگه تمرینات حرفه‌ای را کنار گذاشتم از زمانی که رئیس شدم و بعد دیگه برادر خوردم آمدن و بعد شاگردای دیگه ما معلم و ورزش شدم دیگه کنار ماندم و تنها تدریس میدم. آله فقط یاد میتین به دیگران. بله بله. خودتان که حتما تمرین میکنن، خود تمریناتی که بر مسابقه میکردین دیگه ندارین؟ ورزش های ما یک رقم به سیستم هستی که وزنت، سنت هرچی که بالاتر بره دیگه باز کشش جوانی کمتر میشه. به خاطر از اینکه ما همیشه مبارزه با جاذبه زمین میکنیم، چون وزن از زمین بلند میکنیم دیگه توان هرچی که انسان بالاتر بره توان جسمیش کمتر شده میره. به او خاطر که من زمانی که چی بودم یعنی 395 کیلو را زمین ما بلند کردیم. 395 کیلو وزن بلند کردیم. بلند کردم. چند نفر میشه اگه 80 کیلو حساب کنیم؟ حدوداً 5 نفر. او خدایا والا چیز بسیار جالب در ورزش ما همیست که ما تنها اون سیستم موتر که کش کردیم، تیاره را که کش کردیم، یعنی یک وزن موتر 18 تن بوده، 32 تن بوده. به خاطر از اینکه موتر با تانکرش کش کردیم و مسابقات مختلف انجام دادیم. تایر را که ملاق دادیم 800 کیلوگرم بوده، یعنی ملاق دادن و دائمی وزنای گران. جای دیدم زنجیر بود، زنجیر تانک بود، چی بود؟ زنجیر 450 کیلوگرم است. یعنی مختلف است. دیگه باز یک گردانه هست، بلرا را داش بند میکنیم، دو تا بلر 220 کیلویی، 100 کیلو میلش ما فقط 520 کیلو سراچه را بلند کردیم. این چیزایی که بیخی خطرناک است. حتما اکثر خود دیدیم و در اکثر هم است. استادم آشنا هستین، ویدیوهای زیادی از جریان نمایش‌هایشان وجود داره. امشب در مورد بعضی‌هاش که کمتر صحبت شده یا صحبت نشده صحبت خود کردیم. استاد ما می‌خوایم در مورد خانواده‌تان هم بگوین، بعد بریم در مورد ورزش‌ها و اینا. خانواده پدریتان، شما چندم خانواده هستین؟ برادرها هم مثل شما هستن؟ بله، ما تعادل بزرگوار پدر ما چی کرده، 5 خواهر هستیم، 5 برادر، اولاد سوم پدر هستن. خب دیگران هم مثل شما قوی هیکل هستن؟ حتی بچه های ماما و بچه های کاکان هم خدا کل همتر زازاتی هستیم. خب و زندگی خود شما چطور؟ شما فرزند دارین؟ بله فرزند دارم، یک پسر 7 دختر دارم. خب چند سالگی در کدام سن عروسی کردین؟ اما وقتایی که قهرمان بودین؟ والا اگر آمیانش بگویم، ما یک خانمم دختر کاکایم است و یک خانمم بیگانه است. بیگانه یعنی منظورم از این است که خانمم بیگانه است، یعنی منظورم این است که یعنی از قوم خویش نیست. دیگه دوباره ازدواج کردم، یک 7-8 اولاد دارم که اونا یک بچه ما است انشاءالله که علاقمندی به میرشته ما داره. دیگه حتی ما مسن انشاءالله که 15 سالایی شوه باز میارم، چرا که وزن گرنگ فعلا برای سنای خرد مجاز نیست. درست نیست، اما تمرینات عادی میتونن کنن. خب وقفه بگیریم که صحبت ما قطع نشود. پس از وقفه که ما بتیم خوب است. موافق هستین؟ بله حتما. پس از وقفه سوالاتی که از استاد داریم مطرح میکنیم. فعلا نوبت یک وقفه کنیم. بسیار خوش آمدین. برنامه سراچه است. استاد نجیب الله ایوبی مهمان برنامه امشب ما هستند. استاد من یک لیست بسیار طولانی از سوالات دارم، اما مهمترینش که با خاطره های شما گره خورده رابطه داره میخوام پرسان بکنم. شده گاهی وقتی که همین با دیدن شما یک کسی که در مقابل شما میخواست استاد شوه پس رفته باشه؟ زیاد شده. میخوایم کدام خاطره قصه کنیم؟ والا یک خاطره داشتم با یکی از دوستا و اونا میخواستن که من آمدم یک تونس والا شارو صدا میکرد. ما بوده از این صرفای تیولتی داشتم، کم از این پیش شدم. ای آمدم یک شیلک داره موتر تیولتی بسیار قیمتی هم است. خب این فکرشون سو بود دمود تصادم دکه خورد چون شکستم. خب من گفتم برو دیگه حالا این دد افغانی شارو صدا میکنه پشت از این. من حرکت کردم، او نگم متضرر ما شدم، اما او کمترم موترش یکم چی شده. مرا والا گبانم تا تو بیادر پشری ما خود انداختی و گپا. ما گفتم برادر برو دیگه حالا تو هم چی زدی. من موترم همیشه سیتای ششتگی هست انتریانه میشنم. وقتی که پایین شدم ای که مرا دید و یک چند گپا زد که نه والا تو رو میکنم. وقتی پایین شدم ایره مثل از اونمو سردار برای از چیش گرفت ایره بلند کردم، گفتم دیمت در الهی ببید علا بلیاز خدا بلیاز خدا. باز پس امانت ماندمش گفتم برو بخیر. باز یک دفعه دگام این شکل در ایران شده بود. در ایران ما همیشه از دست بس که ورزش ما رو دوست داشتم 55 کیلومتر می آمدم داخل تهران تمرین میکردم و پس میرفتم. آمدم ما متر به دوست تاو خوردم یک جایی را بس کسایی که میبینند سرای تهران پارک میگه، رفتم سونه خاک سفید همینجا تیر شدم که یک ایرانی همچنان ما محترمم پیکان بود همون چوکیش بخی میشانم به خاطر از اینکه سرم باز بلنده در چیش میخواد. اونجا ما یک ذره زیبایی اندام کار کرده بود و چی آقای این برا آقا تو بیدست را و هرچی گفتم بدر معذرت میخوایم با اون لهجه ایرانی آقا معذرت میخوایم و ای گفت که نه ولت نمیکنم و این گپا. وقتی که پایین شدم از موتر دیگه پایین شدم یک پشت دستی هم نمیروی سینما موتر یک کشیده کمی پایین شدم که او تا اندازه سینما آقا غلط کرده غلط کرده بود موتر شش تا حرکت کرد. ما گفتم بیاده که کالا چانس چسبید چون افغانی هستی بر حرکت کرد یعنی تر گپا شده. چند سال در ایران بودین؟ تقریبا 11 سال. خب از چند سالگی اونجا بودین تا چند سالگی و ورزش شما اونجا شروع کرده بودین؟ بله ورزش حرفه‌ای ما استاد شمس اومدم و ایران شروع کردم. وقتی که ما می آمدم تهران یک جایی را به نام رسالت میگن باشگاه دهم رسالت ما وزنه‌برداری میکردم. بعد از این وزنه‌برداری باز ایجاد شد همین مسابقات پاورلیفتینگ. نه در سال 1376 مسابقات چیزی ما علاقه‌مندی با پاورلیفتینگ گرفتم. پاورلیفتینگ چون 3 حرکت بود ما بسیار علاقه‌مند شدم که باز بعد از او دیگه ما که سر و گفتم سر بلند کردم یعنی کلانی خود در ایران فهمیدم که بله بزرگ شدن خود در ایران فهمیدم. یعنی از سن تقریبا 16 و انترا بودم ایران رفتم اما حوج ورزش ما در کشور ایران بود که باز چند بار قهرمانی ها را گرفتم. همیشه خوش داشتم که با قدرت ورزش یک حامی مردم افغانستان باشم که فضل خدا امو آرزویم برآورده شده. بله درست است. از کسی یاد گرفتین پیش کس شاگردی کردین یا نه؟ بله بله به نام استاد منصور میگفتن و استاد نصرت طبعا آموزش دیدم. بعد از اون در مسابقات 1379 الا 81 باز چند دور مسابقات داخل ایران بود که تانستم مقامای اوله بگیرم. درست. پاورلیفتینگ گفتین چند تا حرکت مشخص داره. یکم بیشتر معرفیش کنین که دوستا بفهمن، کسایی که ورزشکار نیستن یا تخصصی ورزش نمیفهمن. پاورلیفتینگ 3 حرکت داره. 3 حرکت پاورلیفتینگ اسکوات است، بنج است و دتلفت میگنش. خب اینا به زبان ساده تر بگوین استاد که بفهمن. یک اسکوات است که در پشت شانه مانده میشه. وزن میوردن پشت شانه میمونه. نه از خرک اسکوات میگیرین پشت شانه باز شما میشینین هر چقدر وزن شد و یک حرکت حساب میشه به سازمان چی و امتیاز داره. یعنی کسی از 200 کیلو میزنه کسی 300 کیلو اما یک حرکت بشینه 80 درجه زاویه خود بشکنونه و دوارا هستن او را باز چی میگره و بنج است. بنج که میخوابی سر سینه میری تاج سینه که شد و یک حرکت. کسایی هستن در افغانستان همیال دارم ماشاءالله که 220 کیلو بنج میزنن. 220 کیلو بچه‌ها را که آموزش دادم 220 کیلو بنج هم میزنن. یک حرکت که تاج سینه و پس بلند میکنی سر میله میونی او را به آموزش داور که خطا داره و دتلفت ما از زمین بلند میکنی و وزن را اطور خدا صاف میکنی و پس میمونی شد 3 ثانیه سر میله باید دست باشه باز پس کنی و حرکت. این حرکت این 3 حرکت پاورلیفتینگ است که با سازمان جهانیش وز در نازنبورگ کشور نازنبورگ است رئیس جهانیش است و رئیس آسیایی داره. این 3 حرکت مردان آهنین ما دیگه مختلفه. بله درست است. تیاره کش میکنی، موتر کش میکنی، شین تانگ کش میکنی، هر چیزی که گرنگ دستت بیاید میورداری شده اون چیزی که برات میمونه 3 حرکت است. باز یکی از جذابترین که ما بسیار علاقمند هستم هر دوش چون بنیانگذار زیرش تا در افغانستان هستم، ولی پاورلیفتینگ اگر چی است، اما مردان آهنین بسیار علاقمندی زیاد برش دارم. همیشه هم ساله از هزینه خود بازی مسابقات به نمایش در کابل میمانم. بسیار خوب. فعلا ریکارد جهانی در چقدر وزن است؟ یعنی چقدر وزن برداشتن کسایی که داریم رشته کار میکنن؟ ریکارد جهانی 560 کیلو ببخشید. 560 کیلو لفت زدن، لفت بلند کردن. ما یک زمانه که همیشه آرزویم بود که افغانستان بتانم به یک میار بسیار بلند در سازمان جهانی یا در سازمان آسیایی ما معرفی کنیم. خوشبختانه در 2018 که رفتیم، یک بچه افغان توانسته که با 350 کیلوگرم 355 کیلوگرم بست لفتر آسیا افغانستان جور کنه. بست لفتر که بسیار یک بهترین لفتکاران. اما متاسفانه انرژی را که این آدم به مصرف رسانده بود او در سازمان ما باعث ممنوع بوده. باید به خاطر افغانستان از بست لفتری افتاد. اگر نه در 2018 انشالله که ما امید داریم افغانستان با این بچه هایی که حال ما سابق میشنیدم از دان بزرگا که کشور رستمزاده هاست، اما رستمزاده ها داریم. انشالله که افغانستان ما بتونیم تاپترین آرزوی ما اینمی از در جهان که خودم به او نرسیدم، اما فرد افغانستان، بچه افغانستان که ولو بچه خودت باشه، از کسی دیگه باشه یا بچه اسپندی باشه، اینمی آرزو را دارم که تا زمان مرگ ما مگر فرا برسه ما بتانم یک بچه افغانستان قهرمان جهان در رشته خود کنم. بسیار آرزو دارم. بسیار عالی است. انشالله که به آرزو برسین. قربانتم. سرزمین رستمزاده ها، یک تعبیر بسیار فوق‌العاده عالی، به خانه خانه رستمه در یک آهنگم داریم در مورد افغانستان. تشکری میکنیم از حامی برنامه ما، هپی مسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. نوبت وقفه است. پس از وقفه کوتاه با استاد ایوبی در مورد عکس هایی که داریم صحبت میکنیم و سوالاتی که باقی ما داره مطرح میکنیم. با ما باشید. بسیار خوش آمدین. برنامه سراچه و استاد ایوبی میهمان ما هستند. پیش از اینکه در نوبت عکس ها رو ببینیم، من یک سوال مطرح میکنم در مورد خوراک که استاد میکنه. با جزئیاتش کمی بعدتر صحبت خود کردیم، ولی عکس های بسیار جالب داریم. همکارم انتخاب کردن که هر کدامش یک عالم قصه داره. استاد معمولا چی میخورین؟ خوراکی که همیشه دارین چیست؟ همیشه زیاتر وقت از ترکاری باب استفاده میکنم. معمولی حالا خوراکم و معمولی شده. اگر نه یک زمان هر چی که می آمد خوش می آمد و ما پای بند کرده گفته قدیمی ها. یه وقت شما ریکارد زیرم داشتین که بیشترین تخم میخوردین؟ حدوداً در یک وقت یک شانه تخم مرغ. یعنی چند تا میشه؟ 30 دانه که رومی و که 1-2 کیلو کالواس میگفتن در ایران. 2 کیلو؟ 2 کیلو کالواس و نانای سنگک میگفتن که 1-2 تا نان سنگک نوش جان میکردیم. بسیار خوب. عکس‌ها رو میبینیم. عکس اول بیارین همکارا. خوب استاد، شما را در وسط یافتیم. اون جستاد هستین. مسابقات آسیایی است 2018. اون آدم که پالیم استاد است، رئیس آسیایی ماست و یزای تیم ماست که در 2018 ما گفتم که بس لفتر آسیا افغانستان شد. اما بغل ما که هستن سکرتر جنرال فدراسیون آسیا هستن و دست راستان. بله. و بغلش هم خانم هم که هست که مسئول چی آسیایی ماست و دیگه اعضای تیم ما هستن. اعضای تیم ماست اما 3 نفر عضو چی آسیایی ماست، دیگه بچه ها و دختر خانم ها اعضای فدراسیون خود ما هستن. بسیار خوب. استاد قدتان چقدر هست؟ من که پیشتر ساعت شدم بسیار خوردی ساز کردم. من 1.80 هستم. من 1.93 هستم. 1.93 با 130 و چند کیلو وزن. عکس بعدی رو میبینیم. خب یه پنج برادره که گفتم وسطی خودم هستم، دست راستم که ششته ای امیدجان ایوبی است، قهرمان مردان آهنین، و پشت سرش که هست صفت الله جان ایوبی است که و هم بازو طلایی گفتم تا او است، و این برادر دیگه هم هست نوراغان هم داره، خردترین نه خردترین نیست اگه پشت سرم هست این شیر ساخته همانده بخاطر قضیر ما کردم. و برادر دیگه هم که کالای زرد جانم نجیب الله ایوبی و برادر خورد ماست، یعنی به حساب آمیانه ما و شما پسکورکی بگن چه همه برادرها بودن. بله همه برادرها بود. بسیار خوب بسیار خوب. عکس بعدی رو میبینیم. اوه استادی کجا هسته؟ این مسابقات هرات بود که من گفتم که بسیار علاقمند این رشته هستم، در تخت ظفر ولایت هرات بود و خودم داوری میکنم که تایمر است، شاید معلوم نشه تایمر از دست ما و عکسایی رو که زدن پیش روی موتر تیلری و هم عکسای مسابقات ما هسته که ما انجام دادیم. اینا شاگردایتان بودن؟ بله کسایی که مسابقه داشتن؟ بله کسایی که مسابقه میتن شاگردا و استادای از اون منطقه هستن، شاگردای ما هستن. خب شما داوری میکردین؟ ما داوری میکردیم. بخاطر چقدر وزن اینجا میکشیدن؟ یا دیگه چی میامد؟ 18 تن. 18 تن. خب 18 تن میامد. خب عکس بعدی رو میبینیم. اینا این رئیس فدراسیون چین هستن و وام سکرتر جنرالشان هستن. باز اینا رئیس پاورلیفتینگ هم تایگ آدم هستن یا خب وزن پاورلیفتینگ ما گفتم تحرکت است، یا نه این رئیس فدراسیون چین است میتونه ما وزن داریم از 53 کیلو الان مثبت 120 کیلو کنه. هر چقدر خب این وزن خودش هر کس در وزن خودش قهرمانی بود. بازی رئیس چین بود، بازی دعوت کرد ما رو با مسابقات چین که برگزار شد. متاسفانه باز ما چند پیشنهاد به او زمان کردیم، بودجه چین نشد، کنه انشالله که میرفتیم با کشور چین مسابقات انجام میدادیم، انشالله که یک مدال به نفع افغانستان گرفته می آمدیم. بسیار خوب عالی بود. خب عکس بعدی رو میبینیم. توبه استاد تیاره نکش میدیم. تیاره ای در زمان مهاجرت ما در ایران بود، تیاره کش میکردم دیگه. تنها هم یک عکسش میرم از یکی از دوستا گرفته بودند و کامرگک های سرخ نیست که یک رقم ژاپنی و چی بود، بازی را از پیشش گرفتم. باز یک ویدیو هم گرفته بود برای ما که در وزنه، متاسفانه از مهاجرت که آمدیم پس به سوی کشور بازگشتیم، اما بعد با تقدیرنامه و با چند چیز راه پشت کارش تنها هم یک عکس باقی مانده برای ما. آلا من کس شک کنه بگوین بیاین کسی هست تیاره را پیش کنه. حالا دیگه امیال بخیر انشالله که ما دیگه چند وقت دیگه اگر مردان آهنین ما را به بودجه برسم، همونطور کسایی رو دارم که از خودم که قوی تر، ما پیشتر گفتم تا کشور رستم زاده هاست، ما در 34 ولایت افغانستان 18 ولایت زیر نمایندگی دارم. خب اینطور کسایی برای ما مراجعه میکنن، زنگ میزنن که شاید اگر ما در قالب امروز پرتمش از ما که بسیار وزن جانانه میزنه، اما امورا ما تا تلاش داریم که استعداد از اون مثل ما استعدادش خاک نشه و همیشه افغانستان به یک سوی ترقی ببره. حتما بسیار آرمان خوب عالی است. عکس بعدی؟ او برندش کردین استاد؟ این محترم بود، بچه آمده بودن، یکی از دوستا جلالی صاحبشانی هم در بغل هستن خدا بیامرزه و این را دمتر یک شو دادن که گفتن که نمیشه. همون زمان نو مسابقات مردان آهنین را انداخته بودیم، دوستا بود یکی همکارای شما هم دمی اینجا بودن با نام خیبرجان که این موتر همونجا به نمایش همونجا بلند کرده بودم. خوبه سالای نزدیک است دیگه. عالی. عکس بعدی رو میبینیم. بله اینجا هم وزن برداشتیم. اینجا دیگه نو حوایل که نو بنیاد رشته مردان آهنینه که استاد شمس روبریم است و ما در گوشه کلپ هستم، مرا تمرین پاورلیفتینگ میده که ما بایست ایران هستم. این دیگه در کلپ هست تمرینات پاورلیفتینگ برای ما چی میکنن دادن که وزن را بلند کردیم. بله من بودم استاد مرا میگن. خب عکس بعدی رو میبینیم. یک تصادف هم تو استاد شما. نه من خواهش میکنم استاد نیستم اصلا. بله من این رو پیشتر دیدم استاد. این مسابقات مردان آهنین بود در کمیته ملی المپیک. همو طرفیش هم از امید جان ایوبی است، برادر خوردم است. امو چاینک که کش کرده و در وسط هستم. ما تایمر گرفتیم برازی بود، تایمر دیگهشه کس دیگه گرفته که این چین تانک است که در زبان جوانی ما کش میکردیم. حالا دیگه نوبت از یار رسیدن. ایره خو هیچ کس دیگه اونجا آوردن نمیتونه، ایره ماشین انتقال میده اونجا میمونه. ما همیشه که چی میگیریم؟ جستقیل از ایره از چای پنتونه میگیریم، جستقیلا او رو میبرم اونجا بر ما پایین میکنه، باز پس ختم مسابقات میاره. او رو میوردن دیگه کس دستش دادن نمیتونه. نه دیگه کسایی که او رو کای میتونن دیگه. از ما کلمو کد کارو ما کد جستقیلا. خب عکس بعدی رو میبینیم. آه این استاد سرگرمی هم دارین نه؟ والا مرا رئیس صاحب سنوکر و دو بغلم که ساده است رئیس صاحب باکی است چند خیلی تشویق کردم به سنوکر و دیگه یک ذره سنوکر بازم شدیم. خب خب بسیار عالی است. مگر دریشی هم بسیار میزی بتون استاد؟ والا دیگه در این وقتا نمیپوشین؟ در این وقتا نه دیگه آدم که ریش سفید شود. نه ریش سفید نشده. ریش سفیدی اگر روبرو شود باز نمود از موتر پایین شوید فرار میکنه. عکس بعدی بین دوستا. بین دوستا مسعود جان و هاشمی است، استاد نور است، استاد امینه و خوجه. استاد خوجه است که در وزن پایین ترین قهرمان افغانستان شد چند بار، و استاد نور و استاد امی و مسعود جان. این همون زمان بود که برنامه مردان آهنین پایه‌گذاری میکردیم و شوخی کردن و ما چی کردم قلب ما قایم گرفتم و همونطور بیستگی چهار گردم کردم. آه یک حس خوب داره، یک بسیار جالب. مگر بسیار مشابه به احمد ظاهر بودین. والا قصه احمد ظاهر برات کنم. ما یک دفعه در تل سیاه ما را پایین کردن. دوستا هستن، قاری صاحب ادریس بود و انجینر صاحب محفوظ بود که برادر قاری صاحب ادریس میشد و چند نفر دیگه یا که ما را پایین کردن، ما را بردن تلسیا بردن. عکس های مسابقات ما را وقتی که دیدن گفت تو ورزشکار است یا گفت جای ما را علایده جور کردن یام کردن. ما بود وقتی که دقم در آمدیم چیزی که افغانی بود و اکثرا میگه و احمد ظاهر چرت زیبا. شما قبلا هم مواجه شده بودین با این گپ؟ بله بله زیاد همیشه از همیشه بسیاری کسا چی میکنه که تو احمد ظاهر هستی. باز من میگفتم نه بیاد ما خیلی مشابه بودین در این عکس. دو تا قهرمان. خب عکس بعدی. خب مسابقات هندوستان بود تاتانگر و اینجا مقام اول که گرفتم بازی دوستای ایندی هستند. این بچه اولشون که هستند تا بالم کنکت هستند، این مسلمان هم است و بسیار دوست داشت، بسیار علاقمندی زیاد داشت که ما یک دفعه بیایم سمت یک جای را نام گرفت و فراموشم شده که من میمان از این شوام یک دفعه. خب دیگه باز گفتم میایم انشالله دیگه تا بالم در تماس هست که ما. عکس آخر میبینیم استاد؟ نه این خامو سردار نیست. نه این سردار نیست که داود پاچا سیره ما ایره بلند کردم که از این یک 6 ماه دیگه به عذاب مانده بودم. یکی از دوستای ما سیره که بلند کردم دمی درز چی نیست امی پشت ازی خورد این دیگه دیگه ماند آمد چی دیگه خیلی وقت که از این دزاب بودم که چرا من باش چرا تو شدم. حالا یادش بخیر پاکستان است. هر جا کسی برنامه رو میبنه واقعا دوستای خوب بودیم کل ما. بسیار من دیوالباز گفتیم قدیمی ها بیش از 3,000 3,500 اندیوال دارم. نام خدا. این رفیق بازی هم یک بخش است، یک گپ است که باید در موردش صحبت کنیم. والا اینطور یک گپ است که همیشه اگر دوست بسیار کم پیدا میشه و جستجو یک دوست یا نه یا یافتن یک گنج زیرخاکی است. یعنی بسیار با مشکل یک دوست آدم گیر میاد. اما گفته قدیمیات دشمن خو ازار از اینجا برای خدای نکرده یک نفر یک دو بزنیم میگه چقدر به حیثیت آدم است و به چی. اما اندیوال کسی است که خودت انتخاب میکنی. بله. اما برادر خواهر ایره خداوند انتخاب میکنه برات. اما اندیوال باید خودت نمیکنه. در انشالله وقتی که از زمانه که ما اندیوال رفیق بازی کردیم بسیار کم کسایی بوده که ناکام ماندن در عرصه، یعنی بسیار اندک، بسیار یک جزبی. خب رفیقای خوبی بوده دیگه انشالله که بله دیگه از آدمای بزرگ ازی سیاستمدارای ازی کشور تا فرد که یک بچه است حتی اسپند گپا میکرد او رو در کلاب راهنمایی کردیم. حال کسی است که هیچ اطور فکر نمیکنی که با میده هفته یک دو سه بار تماس میگره و یکی دیگه از شیندن ایراد برای ما تماس میگره، از خارج هستن. مثلا روزای جمعه که میشه دیگه جمعه مبارک فکر کنی که دیگه سر موبایل فرصت نیست. دوستایی که هرسی رفته. این بسیار خوب است استاد. این بسیار خوب است استاد. شما انرژی بگیرین و اگر اجازهتان باشه یک وقفه میگیریم. ما برای وقفه میگیریم دیگه چرا ندارم. خب دوستان عزیز، بیننده قسمت‌های بعدی برنامه سراچه باشین، اما نوبت وقفه است. پس از یک وقفه کوتاه بسیار خوش آمدین به برنامه سراچه و استاد ایوبی مهمان ما هستند. استاد من میخوام بسیار به نرمی سوال مطرح کنم. چند بار قهرمان شده این؟ قهرمان که عالم هستین کالم چیز نگوین مرا. یعنی چند بار اول شده این رسما؟ ما در کارنامه خود هیچ مقام دوم ندارم. همیشه قهرمان بودیم و ما خاک پای مملکت هستیم، خاک پای مردمش هستیم. ما فرزند از این خاک هستیم که همیشه هر خوشی را که آوردیم که مردم تقسیم کردیم. بله. چیده داخل بوده، چیده خارج. هنرمندان مترستن. ما همیشه عامیه. برای ما یک بسیار یک چیز جالب در هندوستان که ما سر خورد. بسیار قدیمی مردم رفته بودن در اونجا، اما ما را اونجا رفتم که دیدم که چی میکنم. برای ما خوشحالی کردن و گفتن که تو کس نیستی. همون روی سفید گفت من در هندوستان هستم، بیش از 41 سال میشه که من در اینجا مهاجر هستم. گفت تو زمانی که در پرده تلویزیون طلوع یا در دیگر پرده تلویزیون تو ظاهر میشی ما استقبال میکنیم که همچی کسایی را، همچی زورایی را در افغانستان داریم. چند بار از ما یک دوست ما دعوت کرد که یک چند مسابقات در هندوستان به این نمایش را پرتو و متاسفانه دیگه او زمینه برای ما مساعد نشد و حتی اونجا متر احساس کردم که ولو در امریکا، ولو در افغانستان، در هر نقطه دنیا باشه، افغان خدا همیشه دوست دارن و ما احساس از این دارم که همو احساس را که در مقابل ما هر فرد افغانستان داره همو احساسشان را به حقیقت تبدیل کنم. من پیشتر گفتم هر رقم که شوه قهرمان میسازین، ما حقیقی میسازیم، همو با بچه امی سرزمین. بله، نه با دگرها. آریستاد، لقب مرد آهنین چطور دریافت کردین؟ نگفتیم که او زمانه که ما تمرین میکردیم واقعا کس نه هم یک برنامه که بنیاد ای در سال 1386 خودم از ایران آمدم و 87 ایره با همکاری کسایی که در تربیت بدنی بودن رفتیم و اونا گفتن که این رشته فعلا باید حکم رئیس جمهور گرفته شد. ما مادم نابلد نبود، افغانستان آمده و کل عمر ما در ایران چیز صرف شده بود، ما کسی را نمیشناختیم. خب بالاخره این را من رسانایی کردم. پشتکار یعنی همیشه باید آدمه که پشتکار داشته باشه به هدف خود میرسه، نه کسایی که بله. بخوابه و به هدفش. پشتکار در این تلویزیون رفتم، دور تلویزیون بالاخره یک رسانه پیدا شد که به سطح بسیار بلند گرفت. بعد از او مردان آهنین گرفتیم، بعد از این فدراسیونش ایجاد شد، فدراسیونش توسط دوستا ایجاد شد. بعد از این که مسابقات داخلی و یک مسابقات خارجی و یاد دادیم، باز بعد از او که فدراسیونش ایجاد شد، باز فدراسیون لقب مرد آهنین افغانستان باز برام داد که باز اونا که زمانی که از رأس ریاست پس شدن، باز چون من کسی بودم که بنیانگذاری رشته بودم، این رشته را در افغانستان آوردم بله. بسیار با زحمت بسیاری رشته را رشد دادم. حالا حدوداً 18 ولایت افغانستان تحت پوشش از این رشته است. ورزشکارا اولادی سرزمین تمرین دارده و هنوز هم بعض ولایت ها تقاضای از این داره که ما باید نمایندگیش ایجاد شود، درست در حال رشد بتیم. و بعدا فدراسیون لقب مرد آهنی ندادم و بعد رئیس شدیم. اینم تو پیش آمدین تا حال رئیس هستین؟ حال رئیس هستم در سازمان آی پی اف و ای پی اف. رسما ایمیل و کل ایمیل آدرس دست خودم است و ایمیلم که دارم با رئیس جهانی و آسیایی ما رد بدل میکنیم. بسیار خوب. بعد از یک وقفه کوتاه امرای استاد ایوبی در مورد مسائل غیر از ورزش و قهرمانی های ورزشیشان صحبت خود کردیم. حدس بزنین چی سوالات باقی مانده. با ما باشین. فعلا وقت داریم. خوش آمدین. قسمت پایانی برنامه سراچه و استاد ایوبی هم مهمان ما. وعده کردیم که در مورد ورزش و قهرمانی های استاد که چیزای زیاد گفتنی هست در این قسمت صحبت نکنیم. چیزایی که به ذهن شما میگرده، سوالاتی که غیر از این هست، غیر از این قهرمانی ها در دنیای دیگه‌ای که انسان داره بپرسیم. استاد، غیر از ورزش مصروفیت دیگه‌ای که گاهی وقتا داشتین چی بوده؟ کار، تفریح، چیزی؟ ما اصلی شغل اصلی ما نجاری است. خب همین کارهای دیکوریشن که شما اینجا چی کردین، کارهای این مسلکتان است؟ این مسلک ما است و یک رنگ است به نام رنگ پولیش میگن، تمام پولیستر میگن. و هم چی است، هم نجاری و رنگمالی و علمی حرفه و فلسکاری حرفه ما است. خوب چندین مسلک دیگه کار میکنین؟ بله بله. نانتان از کدام مسلک پیدا کردین؟ یا میکنین همیشه؟ همی کار نجاری و فلسکاری و همی سرسو. در محل منطقه از مردم های زمیندار هستین؟ خوب است دیگه، نه او تعداد. خب او قدر نه. خوب است. گاهی وقتا گریه کردین استاد؟ والا بله. به خاطر چی مثلا؟ به خاطر که زمانی که خدا بیامرز پدرم فوت کرد و سخت تمام شد براتون. بعد از او که یک سال بعدش مادرم فوت کرد. به خاطر اینها گریه کردین. هر قدر آدم قوی باشه، اونقدر هم حس عاطفیش برجسته و سخت میشه آدم گاهی وقتا از اون نظرم خود حفظ بکنه. در کار خانه کمک میکنین با خانمایتان؟ کردین؟ ببخشید بسیار زیاد. نه راحت استاد، راحت باشین. اصلا ما باید عذر بخوایم که حالتان دیگه کردیم. نه والا کمک کار خانه سلیقه ندارم. باز اونا خودشان بلد هستن که همیشه چطور غذای مورد علاقتون جور بکنن، همو خدمت لازمه بکنن یا نیستن بلد؟ قارخانه میشین؟ نه، آدم هستم که رو شکم و رو هر چی که پیش بیام میخورم. بانگیر نیستم. سختگیر نیستین؟ نه سختگیر نیستم. آدم ها رو زیاد میبخشین یا انتقام میگیرین؟ والا ما در زندگی خود تا بالا از کس انتقام نگرفتیم. اگر گرچه که در بخش کارهای ما سیستمای زیاده چی شد، اما آدم نیستم که دنبال انتقام بگردم. همیشه میگم صلح اندیش فکر میکنم، خیر همیشه فکر میکنم، میگم گمش کن. میگذارین این بسیار چیزا؟ آه بله. دخترتون زیاد دزدارین؟ اولادای ما بینش فرق نمیمانم، اما یک عادت دارم همیشه دوستی ما در دلم است، بیرون جلوه نمیتم. حالا میخواین چیزی برشون بگوین؟ از طریق برنامه؟ یا اینجا نمیخواین بگوین؟ والا میخوایم بگویم و میفهمن به خاطر از اینکه ما کل اعضای فامیل ما یکسان دوست دارم، در فرق بینشان نمیمانم کی کی است. حتی خانمای من فرق بینشان نمیمانم که ایت نمیفهمن که دوستیشان دوستی ما در چی حالت است. به خاطر از اینکه همیشه نماندیم، هیچ وقت نماندیم که کس از پیش ما خدای نکرده آزرده شود. اولادای من یکسان و خانمای من یکسان، برادرای من یکسان، خواهرای من یکسان، این فرق نماندیم یعنی بینشان که یکی را بیشتر یکی را کمتر دوست داشته باشم. اما یک دخترک دارم بسیار خورد خانه است، عادیه. او شگک است بسیار، او نو سرگپ هم خود شیرینی میکنه اما ده حد اندازه خود طفل خورده است. قهرمان میباشه او هم دیگه. خب دوستان میگه وقت پوره است، من فقط در چند ثانیه یک دو سوال دیگه هم دارم. استاد موسیقی میشنوین گاهی؟ بله. همیشه یا گاهی گاهی؟ والا برابر شود میشنوم. لذت میبرین ازش؟ طبعا دیگه چیزی هست. چیزی شده در زندگیتان، کدام کاری کردین که بعدا تصمیم گرفته باشین که کار خوبی نبود پشیمان شده باشین؟ پشیمانی دارین هستن؟ والا یک چیز پشیمان هستم، من تدریس قرآن کریم میکردم و زمانی که مسئولیت خانه است رو دوش ما افتید، پدر بزرگوار فوت کردن، از امو باز ماندم. بسیار پشیمان هستم چون امو نیمه راه ماند کدمه و همیشه یک آرزوی زیاد داشتم که من گرچه ورزشکار هستم اما قاری قرآن باشم. اگر با این صدا قاری قرآن میبودم چی میشه؟ شما عالی هستین استاد، بسیار تشکر. بسیار تشکر از اینکه در برنامه سراچه آمدین و ما از گفتگو کردن با شما بسیار چیزا یاد گرفتیم، تجربه هایتان و زندگیتان شنیدیم و قصه کردیم، لذت بردیم از همه اینها. دوستا هم حتما تا پایان برنامه بودن و لذت بردن. ببخشید یک چی میگم، اما در زندگی حوالین بار بود که در یک رسانه شما هشت با یاد مادر بسیار عزیز است. مادر بسیار عزیز است دیگه. چیزایی که از یک توسعه برای کل افغانستان و برای چی میکنم، مادر پدر میوه کمیافت است. اگر از پیش تانراجی دیگه در زندگی برنامه، همین دوای مادر پدر است که ما به این سطح رسیدیم. همیشه دعا میکنن در نماز تهجد، در نمازهای خود 5 وقت دعا میکنن که بچیم چیزی که خداوند میخوای خداوند برات بده. انشالله که همیشه یک توصیه ما است برای بزرگا و برای خردا که دعای مادر پدرتان بگیرید، در زندگی خوار نمیشه. اگر خوار شدین ما ضمانتتان میکنم که دیگه هر جایی که ما بودم یخنه ما را کش کنید. سلامت استاد، بسیار تشکر. دوستا از شما هم تشکری میکنم. شما برنامه بعدی تلویزیون طلوع رو ببینین تا هفته بعد که در خدمت میاییم. خداوند یار و نگهدار همه‌تان.